مهمترین عناوین خبری هفته. جنجال صورت سیاه شده جاستین ترودو. حذف در اختیار داشتن مواد مخدر از لیست جرائم در کانادا. موفقیت لایحه 21 در استان کبک. اعتراض اتحادیه‌های معلمین به افزایش تعداد دانش آموزان در کلاس‌ها. وعده بروز رسانی تجهیزات پزشکی توسط اندرو شیر. سلام، وقت بخیر. به کانادا هفت از شبکه AMG خوش آمدید. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر مهمترین عناوین خبری کانادا در هفته‌ای که گذشت. من هم سلام عرض می‌کنم و ممنون میشم تا پایان مرور خبری این هفته با کانادا هفت از شبکه AMG همراه باشید. علنی شدن عکسی از جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، در حالی که وی صورت خود را برای شرکت در یک میهمانی با عنوان 1001 شب قهوه‌ای کرده بود، جنجال جدیدی در آستانه انتخابات کانادا برپا کرده است، به طوری که تنها دقایقی بعد از رسانه‌ای شدن این عکس، آقای ترودو ناچار به اظهار پشیمانی عمیق شده است. آقای ترودو چهارشنبه شب در واکنش به انتشار این عکس گفت که از رفتار خود عمیقاً پشیمان است و خود را سرزنش کرد که باید بیشتر توجه می‌کردم. این عکس را روز چهارشنبه 18 سپتامبر ابتدا مجله تایم منتشر کرد و نوشت که آن را در کتاب سال 2001 دانشگاه وست پوینت گری پیدا کرده است. کمی پس از انتشار این عکس، ویدیویی هم منتشر شد که آقای ترودو را در وضعیتی مشابه نشان می‌دهد. آقای ترودو به زودی در تاریخ 21 اکتبر باید برای بقا در پست نخست وزیری در انتخابات شرکت کند. در این عکس، آقای ترودو لباسی شبیه علاءالدین از شخصیت‌های داستان‌های 1001 شب بر تن دارد و صورتش را هم کاملاً قهوه‌ای کرده است. گریمی که همچون سیاه کردن صورت اقدامی نژادپرستانه تعبیر می‌شود. او در اظهارات چهارشنبه شب خود پذیرفته که این عکسی نژادپرستانه بوده و اعتراف کرده که نباید چنین کاری می‌کرده. وقتی خبرنگاران از وی پرسیدند که آیا این تنها باری بوده که وی صورتش را تیره کرده، او پاسخ داد که یک بار دیگر هم در زمان یک نمایش در دبیرستان صورت خود را تیره کرده بوده است. جامیت سنگ، رهبر حزب نو دموکراتیک، این عکس را توهین‌آمیز و ناراحت کننده دانسته است. الیزابت می، رهبر حزب سبز کانادا، هم از آن انتقاد کرده است، حزبی که گفته شده احتمال ائتلاف آن با حزب آقای ترودو ممکن است. خانم الیزابت می، رهبر حزب سبز، اعلام کرد در صورت پیروزی در انتخابات دولت فدرال، در اختیار داشتن مواد مخدر را از لیست جرائم حذف خواهد کرد. خانم می روز شنبه 21 سپتامبر در شهر وینیپگ اعلام کرد جرم‌زدایی از در اختیار داشتن مواد مخدر یکی از اقدامات ضروری در کنترل و مهار بحران استفاده از این مواد در کانادا است. خانم می خاطر نشان کرد که اعتیاد به مواد مخدر باید در لیست مشکلات اضطراری سلامتی در سطح ملی در نظر گرفته شود و نه به عنوان یک جرم. بسیاری از حامیان حزب سبز از شهرهای مختلف استان بریتیش کلمبیا هستند، جایی که اعتیاد به مواد مخدر در آن در سال 2017 منجر به مرگ 4000 کانادایی شد. وزیر آموزش استان کبک اعلام کرد پس از اجرای لایحه موسوم به بیل 21، سه معلم همزمان با شروع سال تحصیلی جدید نمادهای مذهبی پوشش خود را حذف کردند تا بتوانند با مدارس دولتی قرارداد ببندند و شروع به کار کنند. وزیر آموزش کبک اعلام کرد اقدام این سه معلم نشانه موفقیت لایحه 21 در سیاست‌های این استان است. این در حالی است که هیئت مدیره مدارس انگلیسی زبان در استان کبک اعلام کرده است تا کنون هیچ معلمی حاضر نبوده نماد مذهبی پوشش خود را بردارد. به اعتقاد مدیریت این هیئت، این مسئله بسیار باعث تأسف است که فردی مجبور شود برای نگه داشتن شغل خود از اعتقاداتش دست بکشد. بر اساس لایحه 21 که اخیراً در استان کبک تصویب شد، افراد در بعضی موقعیت‌های شغلی مانند معلمین، قضات و پلیس اجازه ندارند از نمادهای مذهبی در پوشش خود استفاده کنند. اتحادیه معلمین کاتولیک آنتاریو به تازگی علیه طرح افزایش تعداد دانش آموزان در کلاس‌های درس اعتراض کرده است.
دولت استانی آنتاریو در بهار سال 2019 اعلام کرد تعداد دانش آموزان در کلاس های دبیرستان های این استان در یک دوره 4 ساله از 22 نفر به 28 نفر افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین تعداد دانش آموزان در سطوح 4 تا 8 نیز از 23 نفر به 24 نفر افزایش پیدا خواهد کرد. به گفته دولت این افزایش در یک دوره 4 ساله به کاهش 3475 نفری در تعداد معلمین این استان منجر خواهد شد. دولت استانی اعلام کرده است آماده مذاکره با اتحادیه های معلمین برای ایجاد تغییرات در افزایش تعداد دانش آموزان است. قرار است این اتحادیه از تاریخ 3 سپتامبر رسما وارد اعتصاب شود. و در پایان اندرو شیر رهبر حزب محافظه‌کار کانادا وعده داده است در صورت پیروزی در انتخابات 1.5 میلیارد دلار به خرید تجهیزات مربوط به عکس برداری پزشکی در سراسر کانادا اختصاص خواهد داد. آقای شیر اعلام کرد دولت محافظه‌کار آینده دستگاه‌های MRI و CT اسکن جدید را جایگزین نمونه‌های قدیمی کنونی خواهد کرد که این امر لیست‌های انتظار را برای دریافت خدمات پزشکی کاهش خواهد داد. آقای شیر با اشاره به بالاتر رفتن سن جمعیت در کانادا وجود چنین دستگاه‌های جدید و پیشرفته‌ای را ضروری دانست. این بود مروری بر اخبار مهم کانادا در این هفته. از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. شما میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از طریق شبکه‌های اجتماعی با ما در میون بگذارید. فراموش نکنید ما رو در این شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. همچنین مفتخر هستیم که اعلام کنیم رادیو آرینا از گروه رادیو تلویزیون AMG کار خود را بر روی موج FM به عنوان تنها رادیوی فارسی زبان در محدوده یورک ریجن رسما آغاز کرد. شما می توانید اخبار روز کانادا را هر روز بین ساعت 8 تا 9 صبح از رادیو آرینا موج FM ردیف 159 دهم مگاهرتز HD3 بشنوید. من زهره به همراه سایر همکارانم در گروه رادیو تلویزیون AMG خوشحالیم که توانستیم قدمی دیگر در راه خدمت رسانی به فارسی زبانان تورنتو برداریم. هفته خوبی را براتون آرزو می کنیم. خدا نگهدار. تا هفته آینده و کانادا هفته دیگر بدرود.